اکتیویژن بلیزارد با اون همه گیم تحت لانچر بتل نت همشون فروخته شد به مایکروسافت. سلام، من فورتینکی هستم و اینجا کانال ورلد اف وارکرافت فارسیه. بچه ها، امروز تو این ویدیو میخوام یه خبر خیلی مهم رو بهتون برسونم، خبری که 3 روز پیش باید در موردش ویدیو میذاشتم ولی خب به خاطر اومدن پچ 10.1.5 بینش تاخیر خورد و 3 روز تاخیر دارم در موردش واسه شما ویدیو میذارم. خبر در مورد فروخته شدن اکتیویژن بلیزارد به مایکروسافت. همونطور که میبینید بچه ها، من یک سال پیش یه ویدیو گذاشتم و تیتر ویدیو این بود مایکروسافت شرکت بازیسازی اکتیویژن بلیزارد رو خرید. در واقع ما از یک سال پیش این خبر رو داشتیم، بهمون گفته بودن که قرار بلیزارد فروخته شه به مایکروسافت، ولی بینش سری موانع بود و یکی از اون بزرگترین موانع FTC آمریکا بود که نمیذاشت این اتفاق صورت بگیره. من تو این ویدیو نمیخوام در مورد سیاست‌های گیمینگ و خرید فروش بازار صحبت کنم که آقا چرا FTC آمریکا جلوشو میگرفت، اصلا FTC آمریکا چی بود که جلو این قضیه رو میگرفت. چیزی که واسه ما مهمه اینه که بچه‌ها الان تایید شده، یعنی یک قدرت خیلی بزرگ به نام FTC آمریکا اومده بود جلوی این خرید فروش رو گرفته بود که الان تایید داده و به ما گفتن که تا یک هفته آینده، یعنی 4-5 روز بعد از اینکه این ویدیو آپلود میشه، قراره که این اتفاق بیفته و ما خبرهای بیشتری هم تا یک هفته آینده به دستمون میرسه. و اتفاق بزرگی که افتاده اینه که بتل نت و اون این همه گیمی که تحت لانچر بتل نت هستن همشون به مایکروسافت فروخته میشه. قطعاً این رو بازی شما که داری ورلد اف وارکرافت بازی میکنی یا هر بازی دیگه که تحت لانچر بتل نت هست رو داری بازی میکنی تأثیر میذاره و ما تو این ویدیو میخوایم تأثیرش رو بررسی کنیم. آیا آقا خوبه؟ آیا بعد چه اتفاق در نهایت میفته؟ و بچه ها، من لانچر بتل نت رو باز کردم، با هم یه سر گیم هایی که توش هست رو یه نگاه بندازیم. دیابلو 4 بچه ها که یه گیم واقعا موفقه، اومده و کلی فروخت نسخه ورلد اف وارکرافت که باز میشه گفت یکی از گیم های موفق این لانچره. بازی کال آف دیوتی که واقعا یه گیم خیلی بزرگه و حالا جلوتر در موردش خودی بیشتر صحبت میکنیم. گیم اوورواچ 2 که میشه گفت تقریبا گیم موفقیه، البته اوورواچ 2 رید چون که باید رو بخش پی وی پیش کار میکرد، اومدن رو بخش پی وی ایش کار کردن و ریدن گیمی که پی وی پی بوده خواستن پی وی ای کنن و کلن خرابش کردن. ورلد اف وارکرافت کلاسیک که واقعا خودش یک گیم گسترده و بزرگ، فرتستون یک گیم محبوب موبایل، دیابلو ایمورتال، انواع اقسام کال آف دیوتی های مختلف، انواع اقسام دیابلو های مختلف، استارکرافت، وارکرافت 3 که دیگه واقعا نمیشه در موردش صحبت کرد، این واقعا یه ریدمان بزرگه، وارکرافت آرک لایت رامبل، اینم یه گیم جدید و جالبه، استارکرافت که یک لوز بازم این باخته، کال آف دیوتی که این اوکیه، هیروز آف استون که سوسوه، واقعا خیلی موفق نیست ولی نمیشه گفت که مرده، کال آف دیوتی و کراش و بقیه گیم ها. بچه ها، بین این گیم ها ما کلی گیم موفق میبینیم، مثل ورلد اف وارکرافت، مثل دیابلو، مثل کال آف دیوتی مخصوصا، و اینها قراره که برن واسه مایکروسافت بشن. یعنی چی؟ یک تغییر بزرگی که واسه کنسول پلیر ها داره اینه که خب این گیم ها اگه برن زیر شاخه مایکروسافت دیگه رو پلی استیشن نمیشه بازیشون کرد. خب یه گیمی که خیلی سنگینه و خیلی بولت توی این قضیه گیم کال آف دیوتیه و من امروز تو این ویدیو بچه بیشتر میخوام در مورد گیم ورلد اف وارکرافت صحبت کنم چون مخاطبای من اکثرا MMO پلیر هستن و ورلد اف وارکرافت پلیر هستن، ولی خب تاثیر خیلی بزرگی رو بازی کال آف دیوتی هم داره. شما فرض کنید دیگه رو پلی استیشن نشه کال آف دیوتی بازی کرد، فقط ایکس باکس انحصاری بشه کال آف دیوتی بازی کرد، خیلی این خودشه داستان بولت و بزرگیه که جا داره ساعت ها در موردش صحبت شه، ولی خب امروز ما تو این ویدیو نمیخوایم بهش بپردازیم. امروز تو این ویدیو بیشتر میخوایم در مورد ورلد اف وارکرافت صحبت کنیم. اگه میخواهید در مورد بازی های موبایل و بازی های کنسول که تحت لانچر بتل نت هستن و این اتفاق چه تاثیری روشون میذاره بیشتر اطلاع داشته باشید، بهتون پیشنهاد میکنم ویدیویی که لینکش تو دیسکریپشن هست رو ببینید. از یک از کانتنت کریتورهای فارسی دیگه است در این مورد ویدیو گذاشته و کامل توضیح داده. امروز تو این ویدیو ما بیشتر میخوایم در مورد ورلد اف وارکرافت صحبت کنیم. آقا چه اتفاقی واسه ورلد اف وارکرافت میفته؟ یه سوالی که الان واسه خیلیاتون هست، چه اتفاقی واسه کسب درآمد از بازی ورلد اف وارکرافت میفته؟ آیا بازی ورلد اف وارکرافت کسب درآمدش میمیره یا چی؟ بچه ها، یک موضوع خیلی بولتی که توی این مسئله ما باید بهش اشاره کنیم گیم تایم و اشتراک ماهیانه ورلد اف وارکرافته که احتمال 90% امکان داره کلن حذف شه و ما دیگه گیم تایم نداشته باشیم. و یه مسئله که پیش میاد، الان شما میتونید بید با گلد توی بازی واسه خودتون گیم تایم بخرید، گیم تایم رو تبدیل کنید به بالانس، با
باش برید بقیه بازی‌های بتل نت رو بخرید. خب اینم بچه‌ها توی حاله از ابهامه چه اتفاقی واسه این قضیه میفته. آیا کماکان به ما اجازه میده با گلدمون بالانس بگیریم و با بالانس بقیه محصولات رو بگیریم، یا نه دیگه به اون اجازه این کارو نمیده. چیزی که واضحه خب بچه‌ها محصولات توی شاپ، حالا به غیر از گیم تایم که توی حاله از ابهام هست، بقیه محصولات شاپ جای خودشون هستن. حالا شاید از یه شاپی به یه شاپ دیگه انتقال پیدا کنن، ولی محصولات توی شاپ هستن. اون پت، اون مانت، اون ترنسموری که میری پول میدی میخری، اینا سر جای خودشون هستن. ولی گیم تایم واقعا نمیشه در موردش صحبت کرد. و اینکه آیا ما کماکان میتونیم گلدمون رو تبدیل کنیم به توکن و توکن رو تبدیل کنیم به بالانس و بریم باش خرید کنیم، اینا سوالایی که ایجاد میشه و همه به خودشون میگن خب آقا اگه گیم تایم حذف شه پس یه کسب درآمد از این بازی از بین میره، چون که ما نمیتونیم گلدمون رو تبدیل به بالانس کنیم، در حالی که اینطوری نیست. چرا بچه‌ها؟ چون الان کلی گیم دیگه هم هست، مثل نیو ورد، مثل پاف آف اگزایل، مثل آلبیون آنلاین، مثل همین نسخه های ورد آف وارکرافت کلاسیک که شما اصلا گلدت رو تبدیل به بالانس نمیتونی بکنی، ولی بازم گلدش خرید و فروش میشه. یعنی کسب درآمد از این بازی بچه‌ها نخواهد مرد و همینجوری ادامه پیدا خواهد کرد، ولی سه تغییرات توش ایجاد میشه. بزرگترین تغییری که ایجاد میشه درش هم اینه که به نظر من گیم تایم حذف خواهد شد و به جاش گیم پس اضافه میشه. حالا این گیم پسی که من دارم در مورد صحبت میکنم چیه؟ شاید خیلی ها بدونید، شاید خیلی ها ندونید. بچه گیم پس اشتراک ماهیانه مایکروسافته. شما که ورلد اف وارکرافت بازی میکنید با اشتراک ماهیانه آشنا هستید. شما هر ماه دارید اشتراک ماهیانه واسه ورلد اف وارکرافت پرداخت میکنید که اسمش همون گیم تایم توی بلیزارد. اینجا بچه همون گیم تایم به اسم گیم پس اومده. و تفاوت بزرگی که گیم پس با گیم تایم ما داره اینه که شما با خریدن گیم پس به تمامی گیم های مایکروسافت دسترسی پیدا میکنید، نه فقط یه گیمش. خب این تفاوت عمدشه. تفاوت دومی که داره قیمت گیم پس به مراتب ارزون تره. توی سایت بچه رو آوردم، اگه گیم پس فقط واسه کنسول بخواید بگیرید، یعنی فقط بازی های تحت کنسولش رو بخواید بازی کنید، 10 دلاره. اگه گیم پس واسه پی سی بخواید بگیرید، یعنی فقط بازی تحت پی سی شو بخواید بازی کنید، 9 دلاره. اگه نسخه اولتیمیتش رو میخواید بخرید، هم پی سی بازی کنی هم کنسول بازی کنی و یه سری حالا آپشن های بیشتر، 16 دلاره. نسخه اولتیمیتش که خب خیلی ها نسخه اولتیمیت نمیخرن، طرف یا پی سی پلیره یا کنسول پلیره، یعنی یکی از این دو مدل بیشتر خریده میشه. حالا یک سری ها هم هستن که نسخه اولتیمیت میخرن. نسخه اولتیمیتش که گرونترین نسخهش باشه تقریبا هم قیمت گیم تایمیه که الان ما داریم. الان گیم تایم حدوداً 13 دلار تا 15 دلاره. اینجا هم گیم پس بچه ها 16 دلاره همونطور که میبینید اولتیمیتش. ولی اون نسخهی که ما باید بگیریم واسه اینکه بازی های پی سی برامون بازشه 9 دلاره که به مراتب ارزونتر از گیم تایمیه که الان ما تو ورلد آف وارکرافت داریم. و خب مایکروسافت بچه خودش یه حالت گیم تایم واسه همه بازیاش داره. اینکه ورلد آف وارکرافت بیاد زیر شاخه مایکروسافت و مایکروسافت بیاد بگه آقا شما یه گیم پس بخر که به بازیای من دسترسی داشته باشی، ولی واسه ورلد آف وارکرافت باید گیم تایم من بزنی، این یه جورای غیر منطقی میاد. خب و اگه ما بخوایم بهش نگاه کنیم، به نفع مایکروسافت میشه از این نظر که خیلی ها میان گیم پس میخرن، فروش گیم پسش به شدت افزایش پیدا میکنه، چون یه عالمه بازی قول قراره به گیم پس اضافه شه. کال آف دیوتی یکی از سنگین تریناش اگه بخوام بهتون بگم، توی حوزه خود ما ورلد آف وارکرافت که خب اصلا عادت دارن ورلد آف وارکرافت پلیر را به پرداخت مای 15 دلار واسه گیم تایم، مای 15 دلار میشه 9 دلار، خیلی ها با کله میان ورلد آف وارکرافت بازی میکنن چون قیمتش کم شده. پس این اتفاقی که احتمال داره بیفته و به نظر منم این حرکت مثبتیه و این حرکت زده خواهد شد. چرا من میگم این حرکت اتفاق میفته؟ چرا من مطمئنم که این اتفاق میفته؟ چون بچه هر جوری نگاه کنیم به نفع مایکروسافت میشه. چرا؟ یک، محصول اصلی مایکروسافت گیم پس ارزشش خیلی میره بالا، فروشش میره بالا، قطعا خیلی ها میریزن میخرن. دو، یک نقطه ضعفی که یه گیمی مثل گیم ورلد آف وارکرافت داره اینه که خیلی از پلیرهاشو از دست داده. ورلد آف وارکرافت کماکان یکی از محبوب ترین گیم های MMO تو سطح جهانه، ولی خیلی از پلیرهاشو از دست داده و با این کار کلی پلیر به ورلد آف وارکرافت اضافه میشه. میگی چرا؟ چون همین الان بچه طبق آمار 25 میلیون پلیر هستن که گیم پس دارن.
اوکی 25 میلیون پلیر هستن که این گیم پس اشتراک ماهیانه مایکروسافت رو دارن و خریداری کردن و استفاده میکنن. اوکی شما فرض کن ورلد اف وارکرافت بیاد رو گیم پس، چه اتفاقی میفته؟ 25 میلیون پلیر که گیم پس رو دارن، ورلد اف وارکرافت براشون مجانی میشه. اون شخص گیم پس رو خریده که باشه گیم دیگه رو بازی کنه، حالا رو گیم پسش ورلد اف وارکرافت هم میاد. حداقل از این 25 میلیون نفر 1-2 میلیونشون میان ورلد اف وارکرافت بازی میکنن. پلیر کلی ورلد اف وارکرافت الان کلا چقدره؟ در حال حاضر که این ویدیو داره ریکورد میشه 1,200,000 یا 1,300,000. فرض کن 2 میلیون پلیری دیگه به این بازی اضافه شه، جمعیت پلیرهای این بازی 3 برابر میشه و این اتفاق خواهد افتاد، چون یه گیمی مثل گیم ورلد اف وارکرافت، مخصوصا دراگون فلایت، یه گیم موفق از نظر دیولپ و پلیرها رو تا الان راضی نگه داشته. کسایی که ورلد اف وارکرافت بازی میکنن، پلی میدن، راضین از بازی. حالا به غیر از جدو از دوستانی که فقط قصد کسب درآمد دارن، اون دوستانی که قصد پلی دارن، لذت بردن از بازی دارن، از دراگون فلایت دارن لذت میبرن. پس کلی پلیر میزه تو دراگون فلایت یا حالا هر پچ دیگه که اون موقع بود، و این زیاد شدن تعداد پلیر به نفع شمایی که میخواد بازی پول در بیاری. خب شاید یه سری سیاست ها تغییر کنه، شما دیگه نتونی گلد تو بازی تو تبدیل کنی به بالانس، باش بری گیم های دیگه رو بخری، ولی گیمی که داری بازی میکنی 2-3 برابر پلیر پیدا میکنه و خیلی از این پلیرها پلیرهایی هستن که فان بازی میکنن و حکم مشتری شما رو تو بازی دارن. پس کسب درآمد از این بازی به شدت بهتر میشه، بازی به شدت دوپتر میشه، پلیراش بیشتر میشه و حتی امکان داره به ما اجازه بده که با گلد توی بازیمون بریم از تو اکشن هوس توی بازی گیم پس بخریم به جای گیم تایم، که خب ارزشش منظر من از گیم تایم خیلی بیشتره، چون شما با گیم تایم فقط یه گیم رو میتونی بازی کنی، ولی با گیم پس صدها گیم برات باز میشه. پس این نکات مثبتیه که داره و واقعا از هر نظر بهش نگاه کنیم، اگه مایکروسافت بیاد گیم پس رو جایگزین گیم تایم کنه کلا مثبته. یک، پلیرای گیمش، گیم جدیدی که خریده ورلد اف وارکرافت، پلیرش زیاد میشن. دو، گیم پس فروشش به شدت میره بالا. خب خیلی عادت دارن همین الان گیم تایم میخرن، میان به قیمت ارزونتر گیم پس میخرن، چرا که نه، فروش گیم پسش به شدت میره بالا. پلیرهای یک گیمی که یه زمانی خیلی پلیر داشته دوباره به حالت قبلش برمیگرده و خیلی چیزهای شکلی دیگه، و به نفع شمایی که از بازی پول در میاری هم 100% هست. بچه‌ها این نکاتی بود که نیاز بود من بهش اشاره کنم. بولدترین مسئله‌ای که توی گیم ورلد اف وارکرافت بهش برمیخوریم تو قضیه فروخته شدن بلیزارد به مایکروسافت همین قضیه گیم تایم بود که خواستم باهاتون نظر خودم رو به اشتراک بذارم. و من خیلی یوتیوبرهای خارجی رو نگاه کردم، خیلی پست‌های مختلف رو خوندم تا این اطلاعات رو جمع کردم و در اختیار شما گذاشتم. حتما حتما این ویدیو رو لایک کنید، شما هم حتما نظرتون رو تو بخش کامنت ها بنویسید. به نظر شما این حرکت، حرکت مثبتیه یا حرکت منفی؟ هر کی که اطلاعات بهتر و جالبتری تو کامنت ها بده، کامنتش رو پین میکنم که بقیه هم بتونن بخونن. و در آخر، ما دیگه پلیر بتل نت و بلیزارد نیستیم، ما از این بابت پلیر مایکروسافت هستیم. بدرود. Oh yeah, we want retribution.